دوستای نازنین، صفت 87 پیش آدم موفقی است که برای جدی بودن در کارها از پیشانی ترشی و قهر استفاده نمی کنه. ما یکی جدیت در کارها داریم. آدم موفق جدی است در کارهای خود، اما جدی به این معنا که ما زیاد تلاش میکنیم، زیاد میتپیم، تقسیم اوقات منظم داریم، کار پیگیری میکنیم. اما این که عصبانیت فرق داره. متاسفانه آدمای ناموفق عصبانیت نامش میمونن جدی بودن. ای داو دشنام غالمغال، چرا ولی ما آدم جدی هستم؟ تو جدی نیستی، آدم بد اخلاق هستی. جدیت پیگیری کارهاست. ما میتونیم کار در وقتش پیگیری کنیم. اگر کارمند خود در وقتش پرسان کنیم کار چطور شد، اولاد خود درس چطور شد، کار اون وقت منظم پیش میره. ما خوب میمانیم، کارا خراب شد باز بعدش غالمغال هم میکنیم. خب نقص ماست، ما یک دفعه قبول کنیم ما در وقتش پیگیری نکردیم کارا. ما اگر روز مره اولاد خود تقسیم اوقات درسیش هم مرور کنیم، اول بگیریم، پرسان کنیم درست کجاست، ختم ما ضرور نیست ما سرش عصبانی شیم، چون ما خراب میکنیم باز در آخر هم عصبانیت و نام از این را میمانیم جدیت. بنان جدیت فرقش با عصبانیت باید بفهم. جدی بودن، خوب کار کردن، در وقتش کارا را پیگیری کردن است که صفت آدم موفق است. صفت 88 یک صفت بسیار شایسته است. آدم موفق در مقابل ضعیفتر از خود مغرور نمی باشه و در مقابل بالاتر از خود ذلیل نمی باشه. همیشه ادب مراعت میکنه، اخلاق مراعت میکنه، اصل برابری را میپذیره. با پایینتر از خودم که روبرو میشه، با انسان روبروست، با بالاتر از خودم. اما آدم ناموفق چی میکنه؟ سر کارمندای خود پتکه کو، غالمغال کو، دو دشنام کو، لتوکوب کو که شما ای را میبینین در وطن ما زیاد است. و باز از خود که یک کمی بالاتر دید، این چاپلوسی، این خم و چم شدن که تو ایران برش میمونی. بنان اگر میخواین موفق باشین، شما ای اصلا مراعت کنین، با هر کسی روبرو شدین، با انسان روبرو هستین و با کلگی با ادب، با اخلاق برخورد کنین. نه ای که ضعیفترها یا کمترها را دیدین شما خدا بالاتر، و اگر یک کسی را که از شما یک کمی پولدارتر و امکاناتش خوبتر است خدا کمتر احساس کنین. این نشانه انسانای ناموفق است که باید مراقبش باشیم. 89 آدمای موفق آدمایی هستند که اکثرا سختی کشیدن در زندگی خود، سختی ها را پشت سر مانده. دوست از نازنینم، من بعضی وقت میگم سختی ها و مشکلات زندگی نعمتی است بعضن برای ما، ما متوجه نیستیم. یادتان باشه اگر سختی در زندگی نمی بود ما رشد نمی کردیم. اگر امروز شما انسان موفق هستین، به خاطر سختی ها را پشت سر ماندین. هیچ کسی را نمی بینین در ناز و نعمت آدم موفق شده باشه. بگیرین زندگی نامی بزرگای جهان بخونین، کلش از فقر و سختی شروع کرده. به می خاطر حتی یک جمله است، میگه رستاخیز در قبرستان ها صورت میگیره. اولادایی که با ناز و نعمت بزرگ میشن معمولا منحرف میشن. ما رقم آب هستیم. اگر پیش رفتیم، خروشان و جوشان با سنگا روبرو شدیم، ما یک دریای خوب هستیم. در غیر از او اگه استاده شدیم، یا گندیده میشیم، خانه بقه جور میشیم، یا بخار میشیم، یا زمین جذب ما میکنه. به می خاطر است یک جمله شما حتما خواندین، میگه آب استاده و مرداب از رود، از رودخانه پرسید که چرا قدر زلال و پاک استی؟ به خاطری که گفت میگذرم، به خاطری در گذشته بریک نمی کنم، از دیگاه کینه نمی گیرم، از دیگاه نفرت نمی گیرم، پیش میرم. تو چرا گندی دستی؟ چون توقف میکنی. به می خاطر میگه ساحل دلخسته گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موج ز خود رسته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، ور نروم نیستم. تا وقتی من موج هستم که پیش میرم، اگر توقف کردم دیگه من موج نیستم. تو به خاطر تو آه و نالید برامده که توقف داری، استاده هستی. بنابراین دوستای نازنینم، اگر ما با سختی ها دست و پنجه نرم میکنیم، ما تواناتر میشیم. ولی اگر زندگی سختی نداشت، ما خراب میشیم. شما میفاین زغال، پنسل، الماس، هر سی از اینا کاربن است. تفاوت ده چیست؟ بالای زغال هیچ فشار وارد نشده، کاربن شده زغال. من شاگردارم میگم شما رو من نیدیم ده جیبتان زغال بگردانید.
اما پنسل میگردارین، چرا کمی فشار وارد شده از کربن جور کده پنسل و ارزش پنسل از زغال کده برات بالا رفته؟ ولی الماس چی شده؟ در طبقات پایین زمین حرارت زیاد است، فشار زیاد است، از کربن الماس جور شده. فشار زندگی ما را الماس میسازه. کسایی که سختی ها را پشت سر مانده او تواناتر شده. اگر از ما شما دو انسان پرسان کنین، یکیش 5 تا سختی پشت سر مانده، یکی 50 تا. من میگم انسانی که 50 تا سختی را پشت سر مانده 10 مراتبه قوی تر است نسبت به آدمی که 5 تا سختی را پشت سر مانده. بنان آدم موفق کسی که سختی ها را کشیده، در ناز و نعمت نبوده. و به می خاطر باز من این جمله تکراری است، ولی میگم، من میگم اگر یک کرد گل است که دیقان برش رسیده، علفای ارز چیده، زمین نرم کده، آب داده، آفتاب، کلی چیز برابر، گوسفندی رام نمانده که بیاید سرش پایبانه او بخوره، این گل بگوید وح وح ما چی گلای قهرمان استیم؟ نیستین. اتو شرایط کل گلا میتونه میرشته کنه. گل قهرمان او گل نیلوفر است که از بین مرداب سر بلند کده، ولی میبینی چی پاکی است. این قهرمان است که میگه با وجود اینجا کل گندیده است، اما ما پاک است. او گل نیلوفر توستی که در این شرایط سخت با شکم گشنه، با مشکلات، با ناملایمت ها میهی روز جمعه برای ساختن خود کار میکنی. توستی که برگت عطر لطیف داره، توستی که دیدن چهرهت بر انسان خوشی میبخشه، تو گل نیلوفر هستی. شاگرد مکتب، شاگرد کورس خدا، من میگم اگر شرایط خوب باشه، نان فراوان باشه، چای چاکلیت باشه، استاد مقبول باشه، صنف خوب باشه، کلگی یاد میگیره. قهرمان توستی که هیچ کدام از امکانات نداری، ولی باز درس میخونی. تو برای ما قهرمان هستی. و این یادتان باشه، وقتی سختی ها آمد دیگه نترس، شکایت نکو، بگو من قهرمانی هستم که سختی ها را حل میکنم. و او توانایی در وجود است. بنان انسان موفق کسی است که با سختی ها دست پنجه نرم میکنه و هر کدامش یک پیش سر میمونه، شکر میکشه، میگه خدایا تشکر که مرا این توانایی رو دادی که مشکل حل کردم و من یک موجود تازه شدم. صفت 90 انسان موفق، صفت 90 شیست که بلد هستن از خود و از حریم خود چطور دفاع کنن. آدم موفق بر خودم یک حد و مرز قائل است، بر دیگران نه، در حریم دیگران داخل میشه و به دیگران آسیب میرسانه، نه تا حد ممکن کسی را اجازه میده که به حریمش داخل شه و برش آسیب برسانه. متاسفانه آدم های ناموفق اینی حریم نمیشناسه. اما تو که شما از نظر فیزیکی میفهمین، این اینجا دیگه فیزیک این حد مرزم است. اگر شما بخواین از این پیش برین، من زخمی میشم دیگه. اگر از این پیش برین دیگه قلب من به مرگ مواجه میشم. اینه تو ما از نظر روانی هر کدام ما یک حد مرز داریم. اینی حد مرز هم برای خود شناسایی کنیم، من برای دیگرا. مثال بر شما میتونم. اگر ما میفهمیم پرسیدن یک سوال ما سبب ناراحتی دیگرا میشه، ما حق نداشتیم بپرسیم. ما به او حریم فیزیکیش از پوست روانیش گذر کردیم. ما به نام دوستی بعضن دست خود در چشم دیگاه میکنیم. سوالی که هیچ مربوط ما نیست پرسان میکنیم. خوب حتی بعضی وقت آدم های ناموفق بلد هستن که چطور دیگاه را به زمین بزنه. از زمین خوردن دیگاه لذت میبره. دالی که آدم موفق از پیشرفت دیگاه لذت میبره. مثلا ما میفهمیم بچه یک کسی یا دختر یک کسی مشکل پیدا کرده. خوب محفل کلان است، عروسی است. ما خود دلسوزم نشان میتیم. حالا خوارک مثال زنان نزدم، خیر ببخشید، مردم ول شروع کرده، خود زیادتر در خانم ها میباشه. حالا خوارک هم خود دلسوز هم نشان میده، تو که بعد زشتی بگه حالا خوارک گلم فدای سر چم، خبر شدم این دخترک دیگه خبر نی کلی را خبر میکنه، نام از این را میمانه دلسوزی. تو دلسوزی نمیکنی، تو قصدن میخوای دیگر را خبر شوه. یا چونی کینه و قدرت متاسفانه در وطن ما زیاد است، حسادت ها و رقابت ها، چون سیمینار نمیگیریم. مثلا اماس بیادرزادش فرض مثال ناکام مانده و چی خودش کامیاب شده، خوب خبرم داره، نتایج کنکور دیده، خوب خبر داره، اما خود بی خبر مندازه، نیمانیست 20 نفر فامیل آمده، بچه جان نتایج کنکور خبر شدن برامده، کجا کامیاب شدی؟ و او بیچاره او عرق میشه که من کجا کامیاب شدیم، من ناکام موندیم. هدف چی نبود که بفهمه نتیجه را خبر بود، هدف چی بود که پیش دیگرها ایره کم بزنه و بچه خدا از تو چطور شد بچه که من دفلا نجای کامیاب شد دقیقا نمره بود، ایره هم گزارش شد میده. خوش ما ببینیم یا مردا بدتر از کارها رو میکنه، ولی کل نگرم خانما قار نشن که بسار زنانه زدی، مردا بدتر از ایشه میکنه. بنان آدم ناموفق کوشش میکنه دیگر به زمین بزنه، بر دیگر پای پلی چک جور کنه،
دالی که آدم موفق میخواه خود پیش ببره. با کم زدن دیگه ما پیش نمیشیم، ما خود ما باید سرعت بگیریم. دوست عزیز، مثل که بیگه پیش یک حکیم ژاپنی یک کسی رفت که برای من مرا شاگرد بگی، او برش یک خط کشید گفتی خط کوتاه بساز، او نصف شب پاکت گفت نه برو به شاگردی برابر نیست، فکر مرا پریشان نکن. یک سال بعد باز آمد گفت مرا شاگرد بگی، باز این نصف شب پاک. دفعه سیوم آمد بازی کار کرد گفت نه حضور میکنم. چرا چه رقم؟ او خط مان در پالش یک خط کلانتر کشید گفته تو کوتاهش بساز، یک کلان شوه ای خرد معلوم میشه. شما دیدین بعضی وقت من خودم مثلا در پلی آدم های قد بلند عکس نمیگیرم، ای تو خوب از عادی معلوم میشه، پلی قد بلند ها کستا چه هم دندکله گواری معلوم میشه. خب من اون خاطر خود در این مقایزه برابر نمینم، خط جاپان ها باری میشه. خب اون خاطر یعنی شما وقتی تفاوت یک چیز داشته باشین خوبتر میفهمین. نه خیر، شما اگر میخواین که پیشرفت کنین دیگار پای پلیچک نتین، سرعت خود زیاد کنین، توانایی خود زیاد کنین. و آدم موفق این خصوصیت داره که به فکر تلاش خود و فکر پیشرفت خود و کمک بر دیگر است و از حد حریم خود دفاع میکنه و به حریم دیگران تجاوز نمیکنه، نه نگاه آزاردهنده، نه کلام آزاردهنده، نه رفتار آزاردهنده. جمله خواندم از یکی از بزرگا یادداشت نتونستم بگیرم، نشته بود که اگر شما یک روز آسیبتان بر کسی نرسید، فکر کنید اون روز با پیامبر خدا سپری کردید، اینقدر ثواب داره روزی که آزارتان برای کسی دیگه نرسید. خب اگه آزار ما برسه دیگه چی؟ با بدترین آدم ها سر کردیم یعنی روزگار. بنان یکی از خوبترین ثوابایی است که آزارتان برای کسی، و اوهو اگر ثوابت برای کسی برسه، اگر خیرت برسه، او چقدر فراوان خواهد شد. بنان این هم یک عبادت است، آزار نرسان برای کسی، و اگر تانستی خوبی برسان و این پاداش بسیار نیک دار.